مهمان من سرنوشت غریبی دارد. در شهر نجف عراق در خانواده شیعه و مخالف صدام حسین متولد شده است. در 13 سالگی به همراه خانواده‌اش به ایران تبعید شده. در ایران به سپاهی متشکل از عراقی‌های مخالف صدام حسین پیوسته و در جنگ 8 ساله ایران و عراق دوش به دوش ارتش ایران علیه کشور و هموطنانش جنگیده است. او که حالا چند سالی اینجا در لندن زندگی می‌کند، گذشته‌اش را چگونه می‌بیند؟ آقای علی سکافی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. آقای سکافی، حکومت صدام حسین معمولا افراد ایرانی الاصل رو از عراق تبعید میکرد به ایران، ولی شما که ایرانی الاصل نبودید، چرا شما رو تبعید کردن؟ اولا سلام و درود به بینندگان عزیز. من با این نقطه با شما مخالفم، چون من خودم میدونم و خیلی از کسایی میشناسم که ایرانی اصل نبودن و میتونم بگم دفعه های اول که مردم عراق تبعید شدن به ایران، میتونم بگم 40% عراقی بودن، عراقی اصل بودن. نه فقط، و خیلی از ایرانی اصل در عراق موندن تا حالا که تبعید نشدن. ولی اون زمانی که صدام حسین شروع کرد به تبعید بسیاری به ایران، بهانه‌اش این بود که شما اصلتون ایرانیه، به همین دلیل ما شما رو تبعید میکنیم. این بهانه خود رژیم صدام حسین بوده، ولی در حقیقت خیلی از مخالفینش که بودن و بر علیهش کار میکردن یا اصلا دلش نمیخواست که مثلا تو عراق بمونن، اینا رو تبعید کرد به ایران و اشتباه خودش رو بعداً فهمید که اشتباه کرده. حالا به چه دلیل شما و خانواده شما رو تبعید کردن به ایران؟ من حقیقتش دو تا برادرام تو حزب دعوی اسلامی بودن از سالای 1973-74 بود که یکی از برادرام زندان بوده، چند بار زندانی که زندان رفته و برای این خاطر مدیر مخابرات که سیکرت پلیس در عراق بوده، اونجا تو شهر ما بوده، پلیس سیاسی عراق، بله، این با ما مخالف بوده. حالا یه نقطه خط قرمز دور رو کشیده که این بهونه که اومد، ما به دلیل اینکه خانواده شما مخالف صدام حسین بودن و برادرتون در حزب دعوه فعال بودن و همین دلیل شما رو تبعید کردن. اتهامی که به شما زدن این بود اون موقع؟ نه، اتهامی که اولا که وقتی اومدن ما رو از خونه آوردن بیرون، ساعت 1:30 بعد از نیمه شب بوده، بعد ما همون روز اول تبعید بوده، یعنی تا حالا قبل از ما هیچ که تبعید نشده، به ما گفتن که ما فقط نیم ساعت کار داریم، یک ساعت با شما بازجویی با بابا ما اینا، ولی تمام خانواده باید بیان با ما. و روز بعدش تا شب اونجا موندیم دم استانداری که روز بعدش صبح گفتن شما باید برید تبعید بشید به ایران. تهمت رو نگفتن که چی هست، ولی بعدا مثلا دم مرز بدراجستان اونجا که رفتیم گفتن شما ایرانی هستید باید برین، که ما ابراز شناسنامه عراقی اصل که شماره الف داره گفتیم که ما عراقی هستیم، بریم ایران چی کار کنیم که ما اصلیت ما ایرانی نیست. که زنگ زدن به گفتن، ما تلفن کردیم به استانداری شما و گفتن شما باید برگردیم، که همه رو بیرون کردن، فقط ما 6 تا خانواده موندیم. تا روز بعد ساعت 6 صبح گفتن بیان سوار ماشین بشین که ما شما رو برمیگردونیم تا استانداری، که بعدن به جای استانداری لب مرز داخل خاک ایران. چطور واسه سر از کارشون نرفتید؟ ما اولش که اومدیم گذاشتن دم مرز، گفتن پشت این کوه ها ایرانه، برین اونجا ایران پیدا کنید. خب در آن زمان ارتش عراق بوده اینا، ما پیاده روی میکردیم تقریبا حدود 14 ساعت از صبح تا آخرهای روز، که نه آب داشتیم نه غذا داشتیم. 3 تا از مسن با ما بودن فوت کردن تو راه و فقط یک جوانی بود
از شهر کوت بود که گفت من راهو میدونم، چون قبلا این قاچاقچی اسلحه بوده، نمیدونم چی بوده بین ایران و عراق، راهو پیدا کرد بعدن آخرش که راب سر به مهران در آوردیم. بعد هیچ که نبود اونجا، این رفت تا شهر و گفت فقط آب برسونید به این مردم. تقریبا ما هزار خورده کسی بوده بین بچه و زن و مرد و پیر مرد و پیر زن اینا، که آب آوردن برای ما و ماشینای مردم، خود مردم، یعنی حکومت نبود، پیکانبار و ماشینای شخصی ما رو سوار میکردن میبردن تو یه جایی که فوتبال بازی میدون فوتبال بله اونجا ما رو گذاشتن و به ما رسیدن. و بالاخره به تدریج شما رفتین به کاشان. به تدریج ما رو بردن تا خرم‌آباد، بعد از یه هفته ما رو بردن خرم‌آباد. حتی تو خرم‌آباد بعد پیدا کردیم عموام داییم اینا همه تبعید شدن، اونجا پیدا کردیم تو خرم‌آباد. معذرت میخوام، تو خرم‌آباد دو ماه موندیم، بعد از دو ماه ما اومدیم کاشان، که چون برادرم که حزب دعوه بوده سال 1778 از عراق فرار کرد، بعدش سال آخرای 79 اومده بود ایران که نفوذم داشت تو ایران، چون حزب دعوه مثلا اونجا تنها حزب اسلامی که از عراق با سازمان عمل اونجا. برادرم فهمید که ما یکی از دوستاش اومده بود تو اردوگاه و ما رو دید تصادفی، بعد زنگ زد گفت بیا خانواده از اینجان. یعنی پلیس مخفی عراق در واقع میدونست که برادر شما در ایرانه؟ نه نمیدونست. نه این نمیدونست، چون برادرم رفته بود بلغارستان، رومانیه، بعد اومد سوریه، تقریبا یک سال سوریه بوده، از سوریه رفت لبنان، لبنان 6 ماه، بعد اومد ایران. اومدن به ایران، حتی ما که کوچیک بودیم مثلا خانواده‌مون به ما نگفتن که مثلا مبادا یه بار مثلا از دهنمون بپره که برادرمون تو ایرانه، فقط برادر بزرگم و مامانم بابام میدونن، میدونستن که رفته ایران. اینجوری که ما میدونیم شما وارد ایران شدید و خیلی زود جنگ در گرفت بین ایران و عراق. بعد از 6 ماه اون وقت شما تصمیم گرفتید که به هر حال در این جنگ هم دوش ایرانی ها علیه عراقی ها بجنگید. این تصمیم چطوری گرفته شد؟ یعنی حزب دعوه به شما پیشنهاد کرد که این کارو بکنید یا ایرانی ها شما رو وادار کردن؟ نه، اول هیچ که ما رو وادار نکرد، ولی برادرم چون ایران بوده و عضو فعال حزب دعوه بوده، یه پادگان تو کاشان تشکیل داده که نیروهاش از اردوگاه جوانایی که داوطلب شدن، که این قبل از جنگ بوده که قرار بود این جوان ها برن داخل عراق عملیات انجام بدن، چون ایران حزب دعوه رو سپورت میکرد. جوان های عراقی دیگه؟ جوان های عراقی در من 25 نفر بودیم، اونم تو قمصر کاشان ما آموزش دیدیم، که کوچکترین کسی که تو دوره بوده من بودم، 13 سالم بود. بعد جنگ شروع شد، ما هنوز دوره آموزشی رو تموم نکرده بودیم، جنگ شروع شد. جنگ که شروع شد دیگه من چون کوچیک بودم منو نبردن، ولی بقیه رو همه رو بردن جبهه، که بعضیاشون شهید شدن، بعضیاشون اسیر شدن و نمیدونم بقیه چی شده، که 25 نفر بودن. من و برادرم موندیم چون کوچیک بودیم، سنمون برادر کوچیک 2 سال از من بزرگتر، ولی برادر بزرگم اینا هنوز فعاله. حزب دعوه پادگان گریت کمپ رو گرفت بعد از جنگ، که اونجا براش آموزشگاه تو اهواز، که بعدا اختلاف پیدا کرده با حکومت ایران یا با مسئولینی که تو حکومت بودن، که حزب چیز قرار شد که حزب دعوه نیروهاشو همه رو برد تا شمال عراق. ایران و همون حکومت ایران مجلس اعلا رو تشکیل داد، ولی من تو این زمان از سال 80 تا سال 82 من هیچ کاری نکردم. یعنی تا 82، اوایل 82 من رفتم آموزش دیدم نجف آباد اصفهان، خودم داوطلب شدم زیر نظر سپاه پاسداران. زیر نظر سپاه پاسداران، که بعدا رفتیم کردستان و 6 ماه تقریبا کردستان بودم، حسن آباد، سنندج،
بعدش برگشتم دوباره داوطلب شدم تو لشکر امام حسین که دارخوین بودیم و دریاچه لشکر امام حسین لشکری بود که سپاه پاسداران تشکیل داده بود. شما پاسداران لشکر امام حسین نه اصلا هیچ کاری به عراقی ها نداره این تا حالا تا سال تا رفتم لشکر امام حسین هنوز تشکیل سپاه نوح بدر هنوز تشکیل نشده و سپاه لشکر امام حسین تابع نیروهای اصفهانی جوش بوده اصفهان استان اصفهان که همراهشون بوده یه مدت بودم و بعد دیگه سپاه نو بعد تشکیل شده که ما عازم نیروهای بدر تو خود گریت سپاه کم. بعد چطور تشکیل شد؟ کیا به اصطلاح اعضای مؤسسش بودن؟ چطور تشکیل دادن؟ اعضای مؤسسش که اینجوری که ظاهرا هست که مجلس اعلا مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تشکیل داده و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که آقای حکیم رئیسش بوده که حتی آقای ابراهیم جعفری هم که الان هست ایشون هم بودن تو مجلس اعلا و نیروهای نوه بعد تشکیل شده و نیروهای نوه بعد که تشکیل شده 200-300 نفر بیشتر نبودن عراقی که تو سپاه بعد بودن و بقیه پاسدار وظیفه با ما بودن پاسدار بودن وقت این سپاه بدر که تشکیل شد چه نقشی در جنگ عراق داشت یعنی چقدر مؤثر بود در خیلی مؤثر خیلی مؤثر بود چند نفر بودن اعضاش یعنی کسانی که عملا می‌جنگیدن در جبهه گفتم که حدودا 200 نفر بودن 200 تا 300 نفر بودن 200 نفر عراقی بودن عراقی به غیر از عراقی ها اصولا سپاه چند نفر بودن اول که تشکیل شده تقریبا 1000 نفر بودن 800 تا 1000 نفر بودن بعد تیپ بوده تیپ نه بعد زیاد شدن تا من نه بعد رو ول کردم سال 88 اوایل 88 تقریبا 5000 نفر بودن شما وقتی که و بیشتر عراقی هستن وقتی که وارد جنگ شدین علیه کشورتون و عملا شما در جنگ با سربازایی بودین که میتونست خیش و قوم شما باشن میتونن برادرای شما باشن درست و اینا هموطنتون بودن شما اینجا فکر کردین که دارین خیانت میکنین به کشورتون که به همدوش یک کشور دیگه در جنگ با کشور خودتون هستین اولا این چند نقطه داره اولا که این سربازا یا این سربازا که ما باهاشون میجنگیدیم بر علیهشون میجنگیدیم اون همونایی که ما رو بیرون کردن که سال 1980 ما اموال پدرم که پیمانکار بود تقریبا 8 میلیون خورده دلار اون زمان مصادره شد و من به 13 سالگی مثلا اومدم ایران یه کشوری که نه زبانشون میدونم نه مردمشون رو میدونم نه هیچی فقط تو ما تو درس مثلا درس میخوندیم که ایران همسایه هست اینا ولی هیچی از ایران نمیدونستیم که ما رو بیرون کردن و آوردن این یه نقطش هست که دافع میشه که ولی خب این یک سیاست دولتی بود ربطی به سربازا نبود سربازا ممکنه عاملی بودن که شما رو برداشتن با کامیون برداشتن بردن خب خود صدام حسین کردن ولی این سیاست به چه ربطی به سربازا داشت که شما خب با جنگ بودیم ما وقتی میجنگیدیم هدف داشتیم هدف سیاسی داشتیم یعنی من دشمنی ندارم با اون سربازی که روبروم هست ولی جنگ جنگه ما یه هدف اساسی داشتیم که این حکومت که به مردم ما ظلم کرده و بر علیه مردم ما کار میکرد این حکومت ما از سر مردم ما ورداریم و یه حکومت دموکراتی بیاریم که الان حکومتمون خیلی دموکراتیه. شما اینو با لبخند میگین زیاد اعتقادی نداریم به دموکرات بودن حکومت من اینو میگم به این دلیل که من اینجا هستم هنوز عراق برنگشتم به دلیل اینکه اعتقادی ندارین که حکومتی که سر کار دموکراسی 100 درصد دموکراتیکه 100 درصد بسیار خب حالا برمیگردیم به این موضوع ولی برگردیم به سپاه بعد و نقش سپاه پاسداران در اون چقدر زیر نفوذ سپاه پاسداران بود چرا سپاه پاسداران امر و نهی می‌کردن در تشکیلش در نحوه عملکرد سپاه بعد و عراقیایی که اونجا بودن من حقیقتش البته افسرهای خیلی بزرگی از ارتش عراق با ما بودن که فرار کردن اومدن ایران ولی شما میگید چه تأثیری یا چه نفوذی سپاه پاسداران داشته خب فرمانده نیروهای
نوه بدر سپاه پاسداران بوده آقای اسماعیل دقایقی خدا میامرز که شهید شده. عکسش هم عکس باهاش دارم اینا، حتی لباس سپاه پاسداران پوشیده. که بعد اون شهید شده آقای شمس به جاش اومد از قرارگاه رمضان به جاش اومده، که بعد ابوعلی البصری عراقیه که مسئول نیروهای بدر شده، که بعدش هم آقای حکیم و بعد آقای حکیم ابولقا و بعد ابولقا الان هادی العامری. هادی العامری اصلا جزو نیروهای بدر نبوده اصلا، که الان مسئول نیروهای بدر هست. سپاه پاسداران ما جزو یه نظام ارتش تو جبهه هستیم. خب نظام ایرانی سپاه پاسداران جزو ما پارت از سپاه پاسداران هستیم، یعنی جزو سپاه پاسداران. بله بسیار خوب، شما اشاره کردین که اختلاف پیش اومد بین حزب الدعوه و حکومت ایران و این سبب شد که دولت ایران اون موقع مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق رو تشکیل بده. این اختلاف نظر سر چی بود؟ اختلاف نظر به نظر من، چون اون زمان من زیاد تو این مثلا خبری نداشتم و سال 83 یا 84 برادرم از حزب دعوه خارج شده و باهاشون ببین حزب دعوه منشق شده، یه طرفش با مسئولین ایرانی هست کار میکرد، یه طرفش نیروهاشو برداشت و رفت شمال عراق، که برادرم مخالف این خطی که موندن اونجا با یکیشون اختلاف پیدا کرده که آخرش راه پیدا کرده تو زندان ایوین. برادره که فعال بوده و حتی پاسپورت دیپلماتیک داشت ایرانی. یعنی برادر شما طرفدار اون کسانی بود که انشاب کرده بودن و به شمال عراق رفته بودن؟ نه، مخالف چند نقطه بوده که بین خودشون، حالا من اون زمان نمیدونستم دقیق چی هست، اختلاف پیدا کرده با مسئولین حزب دعوه که اونجا تو ایران موندن و آخرش گمش کردیم و یه مرد افغانی به ما زنگ زد، زندان بوده، گفت برادرتون تو زندان ایوینه، هم سلولی من اومدم بیرون، شما رو به من داد، گفت زنگ بزنید به خونه آدم بگین، که بعدم پارتی بازی کردیم و نمیدونم چی در آوردیم از زندان. و تهمتی که بهش زدن پاسپورت جعلی، و هیچ عراقی تو ایران پاسپورت اصلی نداشت، همه پاسپورت جعلی داشتن، که بین سوریه و ایران من میرفتم سفارت ایران مثلا اپلیکیشن فرمو که پر میکردم برای ویزا، اگر منوشتم اصلی به من ویزا نمیدادن، چون میگن شما دار دسته صدام هستین و با صدام سر. من میذاشتم مثلا پاسپورت تو اتهامی بود که به هر حال اتهام درستی نبود، بهانه بود که میخواستن زندان رو، که از اون وقتی که از زندان اومدن بیرون گفتن که چرا زندانیش کردن. اون زمان من نپرسیدم که چرا، ولی میدونستم که اختلاف پیدا کرده با این، ولی یک ماه هم نموند از ایران رفت بیرون، دیگه بر نگشت ایران و سوریه مدت مونده بود، بعد لبنان چند یه بارم رو بودش کردن، بله، که دیه دادیم و آوردیم بیرون، و بعد رفت لیبی یکی از ماشینای سفارت عراق به زد که به مرگ رسید و بعدا خدا نجاتش داد، که الان در عراق هستش. در عراق قبلا دانمارک بوده و الان در عراق. الان سمتی داره در عراق؟ هیچی. یعنی اختلاف نظرشون با بسرا مقامات عراقی از همون زمانی که اختلاف نظر در حزب دعوه پیدا کردن همینجور ادامه داره؟ فکر کنم اون مسئولینه که تو حزب دعوه مونده بودن از اون زمان که تا حالا همون روشی که داشتن دارن انجام میدن، و برای این خاطر که هیچ کس از مسئولین حزب دعوه که در واقعا فعال بودن تو حکومت نیست. خب برگردیم به زمان جنگ ایران و عراق. اون موقع شما خب فعالانه شرکت میکردین و امثال شما عراقی هایی که در داخل ایران بودن، شما وقتی که مواجه میشدین با سربازای عراقی چی میگفتین؟ به خصوص زمانی که مثلا اسیر میگرفتین اینا رو،
باشون چی میگفتین؟ یعنی رفتارتون چطوری بود با اون سرباز عراقی؟ نظر شخص من یا نه به طور کلی به اون چیزی که شما شاهدش بودید؟ من حقیقتشو من میگم که سربازای ایرانی که سپاه ایرانی که اسیر عراقی میگرفتن خیلی باهاش با رحمتر از ماها بودن. یعنی شما عراقی ها بیشتر کینه توزانه تر برخورد میکردیم با نه ولی بعضی از افسرای ما که مسئولان ما با اسیر عراقی بد برخورد میکردن که ازش اقرار بگیرن اطلاعات بگیرن حتی میزدن که بعضی هاشون. ولی من شخصا اگر بگی نه من خیلی دلم براشون میسوخت. یعنی شما هیچ وقت اسیر گرفتید خودتون؟ آره. شخصا خیلی چرا شما فرق میکردید؟ شما این مثل عراقی بودیم بقیه که بدرفتاری میکردین، چرا شما فکر میکنین شاید الان داریم میگین که من بدرفتاری نکردم ولی عملا اون موقع میکردم؟ نه خود دوستام الان اگرم این حتما از این برنامه رو میبینن میشناختن منو، حتی گریه میکردم برای اسیرا. نه که به خاطر که الان هیچ برای من فرق نمیکنه که بگم من چیز بودم یا خب من میجنگیدم برای علیهشون، ولی من اینجوریم، دلم میسوخت براشون. وقتی اسیر میدیدم میبینم این از خانوادهش دور شده، از وطنش دور شده، اینجوری که من دارم احساس میکنم. هیچ وقت آقای سکافی وجدانتون ناراحت نشد از این که دارین علیه کشور خودتون و مردم خودتون میجنگید؟ نه به خاطر که من علیه مردم خودمون بجنگم. من وجدانم چرا ناراحت بشه وقتی من بر علیه این حکومت عراقی من میجنگم؟ و حتی سال 91 که اومدم اینجا تو لندن از اینجا داوطلب شدم که همراه من سال 90 اومدم اینجا، ولی سال 91 جنگ که شروع شد بمباران آمریکایی رو مردم عراق بوده که من داوطلب شدم با چنل 4 برم داخل عراق که فقط میخواستن یه نفر عراقی باشه با بی سیم وارد باشه، که چون من کارم بی سیم چی بودم. و در واقع شماها و بسیاری مثل شماها که حالا در ایران یا جاهای دیگه مخالف صدام حسین بودین، میخواستین که این نظام حکومتی صدام حسین و شخص صدام حسین به هر شکلی که ممکنه به هر حال سرنگون بشه. بله درست. بسیار خوب. شما گفتین که الان اعتقادی ندارین که حکومتی که الان سر کار در عراق یک حکومت دموکراتیکه. چه مشکلتون چیه با حکومت فعلی عراق؟ مشکل من شخصا نیست. من مشکلی که داشتم همون مشکلی که با حکومت صدام حسین داشتم و الان تقریبا همون مشکلی داریم. چون الان ما اگر میخوام در نظر بگیریم الان هنوز حکومت تشکیل نشده. چرا؟ چون هر یکی از رئیس حزب یا چیز در انتخابات شرکت کرده تابع یک کشوریه، که من حقیقتشو میگم ایران دست داره، عربستان سعودی دست داره، ترکیه دست داره، آمریکا دست داره، همه به هر کدومشون میخواد خودش رئیس بشه. که این وضعیت، یعنی شما فکر میکنین که در واقع اونهایی که حکومت میکنن در عراق منافع ملی عراق رو در نظر ندارن، بلکه منافع کشورهایی که حمایتشون میکنن در نظر میگیرن؟ حمایت کشورهایی که در نظر میگیرن به خاطر که اونا حمایت شخصی خودشون، یعنی من بعضی از شخصیاتی که تو حکومت عراق میبینم حتی به حزب خودشون منفعت نداره، فقط به شخص خودشون. و خیلی هاشون رو میشناسم که الان میلیاردر شدن تو خود لندن، از خود لندن میشناسمشون اینا. و خیلی ها میشناسم که بعضی هاشون کشته شدن و بعضی هاشون هیچی نیستن. من پارسال عراق رفته بودم که اون دوستایی که همون 200 نفری که نیروهای نوبت تشکیل دادن و تا حالا تا آخر با نوبت بودن و جنگیدن و مجروح شدن و اینجور چیزا که بعضی هاشون دیدم هنوز هیچی نیستن، تا حالا هیچی نیستن. یعنی از نظر مقام و موقعیت هیچی. یعنی من کسی میشناسم که اینجا فامیلش، عموش، وزیره، نمیخوام اسم بیارم، که الان جنراله تو سیکرت پلیس عراق ریاست جمهوری. برای چی؟ شما اشاره کردین به نفوذ کشورها. شما فکر می‌کنین ایران چقدر نفوذ داره در عراق؟ ایران بیشتر از آمریکا نفوذ داره.
اینجوری که من میبینم. نفوذش کجاست دقیقا؟ نفوذش تو حکومته، تو از یه نظر چون حقیقت رو میگیم که بیشتر حزبایی که الان تو حکومت عراق هستن اینا ایران بودن، حتی اتحاد کردستانی همون جلال طالبانی، مسعود برزانی، نورالملکی ایران بوده بعد رفت سوریه. صرفا چون ایران بودن در نتیجه شما اینو به هر حال خب ایران سپورتشون میکرد طبیعتاً. نه خب خیلی کشورهای دیگه، کشورهای دیگه هم حمایت کردن، من تا این به این معنا نیست که اینا سرسپرده اون کشورها بشن در نهایت. شما چرا فکر میکنین اونا که در عراق حکومت میکنن سرسپرده ایران هستن؟ خب من یه سوالی از شما میکنم که بعد از انتخابات سه تا گروه اول، منظورم دوم، سوم، چهارم رفتن ایران برای چی؟ که بعد گروه اول عیاد علاوی اونم یه گروهی درست کرد از خودش و فرستاد ایران برای چی؟ میگه انتخابات برای ایران شده یا انتخابات در عراق شده، چرا رفتن ایران؟ خب رأی ایران میخوان. ایران اگر اکس بذاره برای کسی که تو حکومت الان انتخاب شده، هیچ وقت تو حکومت چیز نمیشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای علی استکافی برای شرکتتون در برنامه بیا با دیگر. ممنون شما.